به داخل دارم سوسیس میخورم. جون چی کار میکنه ازن؟ این غلط اندازه، یه ساندویج کوچیکه که تاش کردم. خیلی غلط اندازه. خیار رو کی میخوره با کالباس؟ بوی زهر میگیره. خوبه؟ علی میخوری؟ افرنی فرنی با چی دارم میخوره؟ با چه آره؟ بچه ها تمام این روزایی که این سه روزی که این سامونه خوردم به کنار، امروز به کنار من لذت میبردم و اینا، یا گفت بیا از این ساندویچه که توی این ویدیو قبل دیدی، گفت بیا از این ساندویچه بخور. ساندویچه لاش گوجه و خیار داشت. مطمئنم خیلی کامل میگی که تو رو تایید میکنم. آها آفرین. تایید میکنم. آره بچه میدید. خیار و لای خیار و گوجه لای کالباس، حالا گوجه کمتر. آیا بوی زهر نمیده؟ دیگه چی؟ آیا تخم مرغ با گوجه؟ نه. با خیار. مرغ با گوجه. بوی زهر نمیده. آیا مرغ با گوجه بوی زهر نمیده؟ آقا ساندویچ از این فرشتر نمیشه بخوری. اصلا میخورین خیاره فرشه تازه تازه. امتحان کنید. خیلی بخوری. امتحان. احمد اینا رو گذاشتیم ما خودمون بریم شهر رو بگردیم، چون اونا دفعه دومشون بود که می اومدن پراگ و همه رو دیده بودن، یکم بیشتر استراحت کردن، میخواد رانندگی هم بکنه. برای همین ما من و آیدا میریم یکم دیگه دور بزنیم، تو شهر نایده بودیم کلا تا... یه نظر کل خیلی زوده ها، دو روز با... سه روزه چند روز اینجا. آره دو روز سوم کمه که بخوای نظر بدی، ولی اگه بخوام مثلا مقایسه بکنم مثلا یه کشوری مثل پراگ و مثلا آلمان که سفر قبلیمون بوده، که خب تو رانندگی خیلی بی‌قانونن، بعد شهر خیلی خوشگله، آلمان خب یه حالته، آلمان هم زیبایی خوش داره ولی اینجا اصلا یه زیبایی رویایی داره. بعد بچه خیلی داشتن آلمانیا. مهاجر کم داره؟ مهاجر تقریبا نیدیم. آره مهاجر کم داره ولی خب آلمان مهاجر بیشتر داره. از نظر قیمتی هتل و اینا قیمتش خوبه، ولی از نظر غذایی یه ذره قیمتش بالاه. البته که کلا هتلش هم من نسبت به پراگ گرونه، نه اینکه نسبت به آره مثلا من فکر می‌کنم پراگ خیلی ارزون باشه، مثلا بوداپست باشه، مثلا نمیدونم بخارست باشه، مثلا ورشو باشه، ولی اصلا اونطوری نیست چون واحد پولشون هم کرونه. من فکر می‌کنم اصلا قیمت‌ها ارزونه، حالا نمیدونم تو مرکز شهر که اینطوریه یا اینکه کلا جاهای دیگه هم همینطوره. مثلا اون شب هم که ساندویچ خریدم ساندویچ‌ها هم گرون بودن، مثلا اون مرغا سیخ 8 یورو. آره نه برای پراگ، برای پراگ گرونه، ولی مثلا اینو تو مونیخ یا روم شما بخواین اوکی 8 یورو، ولی اینجا من فکر نمی‌کردم اینطوری باشه. به این یه پا خوابیده یه تا پرنده که میگن اینا راحت نیست بشینه مثل این، چرا رو هوا خوابیده؟ ولی این زندگی سخت دارن. چرا همش دارن خودشون اینجوری میجونن تمیز میکنن همش سر گردنه میگیره چی کردن؟ این همه جمعیتی که اینجا می‌بینین اومدن اینجا برای اینکه یک سنت 80 ساله دارن که میپرن توی آب. حالا نمیدونن که الان میپرن. اون جمعیت رو ببینین چه جمعیتیه. همه منتظرن که اینا بپرن تو آب. Vidíme tam i Sandru Kazíkovou, trojnásobnou účastnici olympijských her. بچه اینجا همه میان به این دست میزنن که مثلا تبرک بگیرن و اینا. چقدر واقعی چقدر واقعی که دستی ما بزنیم حالا. بچه زیبایی چطوره؟ عجیبیه، یعنی اصلا نمیدونم، خیلی قشنگه، خیلی زیباست، واقعا عاشق شده. علی این که میگفتم پل 4 رو باید تو روز ببینید به خاطر این ساختمونای رنگ و رنگ و خوشگلشه. واقعا شب بیاین شب واقعا حیفه. بعد یه چیز جالب بگم، مثلا ممکنه که بگم من مثلا ساختمونای تاریخی دوست دارم، اصلا تاریخی نیست، ساختموناش قشنگه، خوشگله، چیزای تاریخی هم داره ولی خوشگله، خیلی تمیز. این ساختمونا رو بگی فراز قشنگ روش زوم بکن چقدر خوشگله. Thank you.
کل پراگ یه طرف، این بازارچه کریسمسیش یه طرف دیگه. واقعا قشنگه، هم بزرگه هم پر غرفه است، یعنی هر چی دلتون بخواد توش پیدا می‌کنید. Si puedes tú con Dios hablar. Preguntale si yo alguna vez. Más شو رفتین نشستی؟ هالو فایاس بریم پیش به سوی محسن رضایی. محسن رضایی چی شد که سر از درستن در آوردیم؟ ما توی پراگ آخرین لحظه که داشتیم عکس میگرفتیم یه خانواده ایرانی دیدیم که از آلمان اومده بودن، و گفتیم ما داریم میریم شهر براونسکین، گفتیم نزدیک هانوفر، براونسیک. گفت تو مسیرتون که دارین میرین یه شهره که خیلی قشنگه، اونم درستنه، حتما برین ببینیدش. ما هم از پراگ راه افتادیم، یه ساعته شاید هم کمتر 50 دقیقه‌ای رسیدیم اینجا. واقعا شهر خوشگل و ترتمیزیه. با ماشین که الان داشتیم میچرخیدیم تا جا پارک پیدا کنیم عاشق شدیم. خیلی شهر کیوت و قشنگیه، کوچولو موچولو، خیلی باحاله. حیف که بازارچه کریسمسیش تعطیله. فکر کنم خیلی از شهرها دیگه 25 به بعد بازارچه هاشون بسته میشه، اینم یکی از اوناست متاسفانه، ولی بازارچه‌ش هم اگه باز بود خیلی قشنگ میشد. به به، ما ناهار رو هنوز نزدیم، بریم یه جا یه رستوران خوب پیدا کنم ناهار بخوریم. این چند روز که غذای خوب نخوردیم، واقعا امروز بتونیم یه غذای خوب با کیفیت بخوریم. چه مزه‌ای بود؟ این انگار حال خورشت بادمجون رو درست کردی، اون اصارش مونده؟ آره. نه من به نظر من مزه آب کوفته میده. آب کوفته، آره. راست میگه مزه آب کوفته. اینم همینطور، اینم هم. خیلی ولی خوشمزه است. عجیبا. اینم مزه آب کوفت میده. اون چیه توش؟ سیب زمینیه؟ سیب زمینی و ماشتومه، خیلی خوشمزه. سیب زمینی و قارچ. فقط من نمیفهمم سوسیس چیه میریزم توش. آها. چرا سوسیس میریزم؟ گفت ویجیتریانه که؟ نه نه، چون ویجیتیبل. خب ویجیتیبل دیگه. نه نه، چون ویجیتیبل. We need some space. Yeah, thank you. Can you take this? Yes. Thank you. You're welcome. Okay, thank you. چرا باید کلا کلا رو اینطوری بیاره؟ نه دیگه، برای که بیگ نداشته اینجوری آورده، با برای که روانی با کوکاکولا نیم لیتری سفارش، نیم لیتری دیگه. آره آره، نیم لیتری سفارش دادیم اینطوری برامون آورده. خب از کجا معلوم اون 300؟ چون این 200 این کاملا حرکت مریضواریه، باورم نمیشه. ولی این خیلی خوشمزه است. آره آره، اونو واقعا خوشمدم. اصلا سیر نمیشه ندش. من یه بار یه گودرم به این شهر بیفته میدوام میام اینجا یه سوپ دیگه میخورم. ببینید چی رسیده. من گوش قلقلی گرفتم با سس گوجه و پنیر، و این هم همبرگر رو نگاه کنید، چه همبرگری آورده، چقدر جذابه. نه نسیگ نگم واقعا خوشم. خواستم تست کنم بیش کردم. نه نخورم.
تو کسی خوردم؟ نه، مثلا بگم که توی موضوع شده سایقه من خوبیه سفر با آدم های بویی اینه که تخمرغ همبرگرشون میرسه به شما. به به. من بخاطر بوش نداشتم. پس برای چی گذاشتی؟ سنگین میشه. ولی من بخاطر بوش خوشم نمیاد. نه بوم نمیده داداش. این پلپ این پلپتای چه جوریه؟ داغه. وقت بدیم که بوسه. بوسه دیگه چه؟ خیلی خوش عطرو. بوی گوش که نمیده. اصلا. اگه گفتم بوی گوش میده اونم مال منه. خیلی خوب. وای تو سیر داره. گوشتش هم بخور. وای من خوشمزه؟ اینو باید اینجوری خودنونش و زرد تو. همبره من خیلی خوشمزه است. وای بچه ها اینو ببینید. به من میدی یه دونه؟ آقا یه دونه نمیده برم. عالیه. چدی؟ امروز روز فرازه. امروز روز فرازه بچه ها. عالیه. چند دارم چرا باشه؟ بذار همونو بذار اینجا کنون به چرخونش بذار اینجا اینجا بذار اینجا بذار اینجا بذار اینجا بذار فقط سوخته خیلی خوشمزه اصلا سوستش میدونی مزه بوده؟ پاستای خوشمزه تو تراتوریای خوشمزه شدیدن مزه یه چیزیش انگار با سس گوجه با کوتسا این گل مزه دار شده به نظر من با کوتسا دقیقا مزه پاستا روستو یه خوشمزه تراتوریا تو ایتالیا میدیم مثلا مامان تور سس قرمز درست کرده من بوشه شما الان میگم باید که سیر داره سیر داره واقعا انگار تراتوری هست انگار مامان پزه مامان پزه حتما بیاید خوشمزه این سوسی که بخوره همبرگرش که واقعا خوشمزه است. جالبیش اینه که یه خیارشور هم گذاشته اون وسط عین همبرگر ایرانیاش. قدامو انقدر ناخونک دادن داره تمام میشه. خودم هم نخوردم. شاید باورتون نشه. بعد این خودم هم بخورم یه تستی بکنم. بس انقدر برام می‌نویسم. خیلی خوشمزه است. بعد جالبیش اینه که گوشت گوشت قلقلیش سفت نشده. نرم نرم. انگار مثلا با پیاز مثل خودمون ایرانی‌ها درست کردن. گوشتش نرم نرمه. و اون سوسش هم خیلی جذابه همونطور که آیدا گفت با سیره واقعا حیف اگه شهرهای نزدیکم هستین اینجا بیاین خب چه غذای خوشمزه و خوبی خوردیم بذاریم قیمتها هم بهتون بگم سوپا دونه 6.90 بودن بشقاب من اون گوشت قلقلی ها 9.90 بود همبرگر ها دونه 17 یورو بودن یه آبجو هم آبجو نوشابه هم دونه 4.80 قیمتش خیلی خوب بود برای کیفیتش و ناسو کلان قیمتش خوب بود کیفیتش که جای خود قیمتش خوب بود کیفیتش فوق‌العاده بود جاش هم که عالیه بیاین حتما واقعا خوشمزه بود من خیلی لذت بردم راستش بخواین از اول سفر تا الان همش داریم یا سوسیس میخوریم چیزایی که میخوریم کیفیت آنچنانی نداشت ولی این کیفیتش عالی بود چه نظری راجع به شهر داری؟ من خیلی خوش آمدشم واقعا شهر خوشگلی واقعا دوست داشتم البته باید ببینیم مدت زیاد اینجا زندگی کردن حوصله‌تون سر میره یا نه باید یه موقعی بیایم که باز باشه ببینیم آره چون امروز همه جا هم تعطیل بود اصلا نمیدونیم چه جوریه شهرش ولی همینطوری ظاهرش فوق‌العاده بود خیلی جذاب بود مرسی از اون خانواده‌ای که معرفی کردن و ما رو با اینجا آشنا کردن و چه رستورانی رفتیم بازم بگم یعنی فوق‌العاده بود شهری که میخواییم بریم برونسیکه این اسم ایتالیشه ولی آلمانیش میشه براونسکوین یه هم چیزیه حالا محسن بهتون میگیم آره محسن هم میرفتیم بهش میگیم که تلفظ کنیم چون تلفظ عجیبی هست تو آلمان بنزین 1.74 فعلا اینجا خوبه خوبه خیلی خوبه توقع داشتیم بیشتر باشه بنزین که نه دیزل یه چیزی که تو آلمان توجه همو جلب کرد یکی پاکت سیگاراشونه ببینید چقدر بزرگه فکر کنم 40 تاییه یکم آبجوهاشونه اینو نگاه کنید خیلی گنده است حالا تو دوربین میفته یا نمیفته البته یه مدل سیگار دیگه دارن یه سطل تنباکوه یعنی یه سطل تنباکو بهتون میفروشن اونا هم خیلی جالبه من تا حالا تو ایتالیا هم چیزایی ندیده بودم